عزیزای دل سلام، وقت شما بخیر، خسته و مانده نباشین. عزیزا، ما دقیقاً در پیش منبر یا مسجد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که مربوط مردم قانی تمکی میشه قرار داریم. دوستای عزیز، گفته میتونم که این بنا یکی از زیباترین و جذابترین و خاصترین بنا یا منبر یا مسجدی است که در سطح ولایت غزنی قرار داره. سلام به تمام شما دوستای مهربان و نازنین ما، امیدوار هستم که روز و روزگار خوب و خوش را سپری کنین. امروز ما رضا جان آمدیم در یک مکان جدید که این مردم به نام منبر یاد میکنن، یک ساختمان بسیار مقبول و کلان است که امروز آمدیم از نزدیک برتان نشان میتیم که این ساختمان چه قسم هست، چگونه است و به چه نام یاد میشه و چه وقتی ساخته شده و تکمیل شده. دوستای نازنین، وقتی میگم این مسجد یا منبر در سطح ولایت غزنی خاص است، جذاب است، زیباست، منظور می است که شما می قالب خشتایی را که میبینین، همین خشتایی را که میبینین نقشایش، دوستای عزیز، تک تک این خشتا از سنگ است، سنگ و به نهایت خشت به کار رفته در این عمارت و تمام این خشتا را تراش کرده، یعنی با چکش و قلم تراش کرده، بریده، قالب ساخته و در نهایت به این شکل در آمده که شما میبینین. و از این لحاظ من میگم خاص است، چون به نهایت سر این عمارت زحمت کشیده شده و سنگ بالای سنگ گذاشته و سنگ اینا را تراشیده و ساخته تا به این شکل در بیایه. به اون لحاظ میگم خاص است و ما عزیزان میریم از نزدیک و نمای بیرونش به شما نشان میتیم و داخلش نشان میتیم و به شما معرفی میکنیم که منبر در کدام سال ساخته شده و چطور ساخته شده. بس همراه ما باشین عزیزای دل. دوستای نازنین، فاطمه جان، سال تأسیس منبر ما رو میبینه که شما خودتانم ببینین. مسجد و حسینیه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سر قانی تمکی، سال تأسیس 1384، سال تکمیل 1389، یعنی تکمیل ای بنا دوستای نازنین حدوداً 11 سال قبل شده. و همون رقم که گفتم نازنینا، این سنگایی را که شما میبینین کلن از سنگ است، سنگ است، سنگ پخته و این را آدم ها تراشیده، یعنی توسط کدام دستگاه خاص نبوده مگر یک قلم و یک چکش، که هر کدام از این سنگ ها دوستای عزیز طول بسیار زیاد داره، بعضی هاش به یک متر و حتی بعضی هاش بیشتر از یک متر میرسه اندازهشان. و این سنگ ها را دوستای عزیز همون معمار ها یا کسایی که مسئول ساختی بودن ساخته با قلم، با چکوش و به این شکل زیبا، به این شکل ظریف که گاهی ما دوستای عزیز حسرت ای را میخورم که ای کاش در اون زمان که این منبر ساخته میشد ما به این اندیشه میبودم که از تمام کارش مستند میساختم و مطمئن هستم که یکی از زیباترین و جذابترین مستندهای ممکن میتونست باشه. به این خاطر که درسته خیلی منبرها و مسجدها و خیلی عمارتهای دیگه هم ساخته شده در سطح ولسوالی یا قره‌باغ و در سطح ولایت غزنی، ولی به این شکل که کلن از سنگ کار شده باشه نیسته و به همین خاطر ما میگم این خاص است، مجزاست. و دوستای عزیز، ما کم کم داخل میشیم. ای همون راه پله اول است که باید بالا بریم و راه پله ها کلن سنگ ساخته شده.
طبقه هم طبقه دوم. هم داخل منبر دوست عزیز ببینید که چقدر بزرگه، چقدر تمیزه، چقدر پاکه. فاطمه جان چطوره فضایی؟ خیلی با تجهیزات، خیلی تمیز و خیلی هم قشنگ. یعنی در کابل هم هست ولی نه چنین چیز. دوستای عزیز واقعیت چی است که این مکان در چنین روستایی، یعنی باور کسی نمیشه که چنین بنایی ساخته شده باشه. عزیزا هر ساله مراسم مذهبی ما، مراسم مذهبی مردم ما کلن همینجا برگزار میشه و اگر کدام مشکلی یا جلسه یا کار دیگه پیش میاد مثل فاتحه و مراسم های عزاداری، همچنان اینجا گرفته میشه و خودتان میبینید خیلی بزرگه و پردر. دوستای عزیز به این خاطر گرفته که هر روز اینجا نماز جمع برگزار میشه، روزای جمعه نماز جمعه برگزار میشه، مردم میآیند نماز میخوانند و نماز خود جمع به جا میارند و بزرگیش خیلی زیاد است و باید حساب کنم که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 تا پایه خورده عزیزم. ساختش هم از بتون است و بیرونش هم گفتم عزیزا که از چی ساختم؟ از سنگ ساختم. و یک چیز باید عزیزا اضافه کنم که ای به لطف و استعانت و همکاری مسافرین عزیزی مردم تمکی، به خصوص مردم سرقانی که بیرون از کشور بودند، به خصوص ایران، اونایی که در ایران کار میکردند ساخته شده، یعنی به کمک اونا ساخته شده. و وقتی آدم درون این منبر قرار میگیره دوست داره که خوب راحت باشد، دوست داره که خوب آزاد باشه و نفس عمیق بکشه، از بس که آرام است، از بس که بزرگ است. و ما خودم شخصا از اینجا خاطره های خیلی زیادی دارم. در مراسم های مختلف اینجا شرکت کردیم، یک زمانی نوه خانی بود و مثلا برنامه دهی محرم اینجا سپری کردیم. خاطرات داریم از همهش عزیزان. و این طبقه بالا است عزیزان، طبقه پایین همچنان به همین شکل است، به همین انداز است و چندین اتاق در کنار پهلوی خود داره که ما همه ایشانه به شما از نشان میدیم. این هم اتاقی که احتمالاً انبار لباس ها و وسایل دوستای عزیز و دوستای نازنین، آنهایی که در این منبر بودن یا در کل در منطقه ما بودن، حتما خاطره دارن که وقتی خانم ها اگر مشکلی داشته باشن، وقتی حاجت داشته باشن، می آین در منبر و دعا میکنن و از خدا کمک می خواهن در این مکان پاک. و بابت دعای خود یک تا چادر در علم بسته میکنن و وقتی کسی دیگه اگر چادر نیاز داشته باشن می آین از منبر میخره و بابتش پول میپردازه و برای منبر. دوستای نازنین، منبر ما از لحاظ نیازمندی مردم ما به مراسم و حرفا، هرچند آدمی که باشه بس است، کافی است، کفایت میکنه، یعنی کمبودی نمیکنه، چون واقعا بزرگه و هرچند جمعیت باشه گنجایش داره. دوست
سای نازنین، من وقتی این مکان دیدم خیلی متعجب شدم، سپرایز شدم. یک مکان خیلی باور نکردنی است و خوشحالم شدم به خاطر که فهمیدم مردم اینجا نماز جماعت دارن، دعای توسل دارن و فاتحه اینجا برگزار میکنن. دهی محرم، دهی محرم اینجا برگزار میکنن و این واقعا جای خیلی خوشی است برای ما، برای مردم عزیز تمکی. و شما عزیزان هم دیدیم که یک مکانی است با تمام تجهیزات، با تمام امکانات و خیلی هم زیبا و مقبول. آره عزیزان، اما رقم که فاطمه جان گفت، ما به نظر خودم اگر ما یک شخصی ناشنا با تمکی باشم برای ما جالب است، ولی هر بار که ما میایم و سنگ های اینجا نگاه میکنم، بازم میگم که واقعا چطور امکان داره که اینقدر خشت، بیشتر از چندین هزار، گفتم چند صد هزار خشت گفتم میتونم به کار رفته، اما اینش از سنگ است و سنگ هایی که توسط دست با قلم و چکش تراشیده شده. همراهان نازنین، ای بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که منبر ما رو دیده باشین یا مسجد ما رو دیده باشین و خوشتون هم آمده باشه و تا جایی که معلومات داشتم و آگاهی داشتم بر شما گفتم عزیزا، و همون رقم که گفتم این منبر یا این مسجد برای مردم ما خاصه، برای منطقه ما خاصه و در سطح ولایت خاصه به خاطر همون نوع ساختش. عزیزان، ما امروز همیاله، روحم تازه شده، احساس خوبی دارم با دیدن این امارت، و این دلیل که حال فهمیدم که مردم چنین مکانی را دارم که به مراسم های مذهبیشان میتونن رسیدگی کنن و این با من احساس خوشی میده. امیدوار هستم که شما حالتان خوب شده باشه و خوشحال شده باشه. آره دوستای عزیز، باید یک چیز دیگر هم بگویم که مردم ما این مکان به خاطر فخر فروشی نساخته یا به خاطر از اینکه کس دیگه بیاید خوب بگوید یا تعجب بکنه، بلکه به این خاطر دوستای عزیز که نیاز داشتن. منبر سابقه ما یا مسجد سابقه ما گنجایش مردم ما را نداشت، به همون خاطر مردم بر این شدن که چنین جایی را بسازه. و شما دیدین که حالا هر نوع تجمعی باشه، هر نوع برنامه باشه، چی برنامه مذهبی باشه، چی برنامه اجتماعی باشه، اینجا گنجایش داره و یک مکان زیباست، یک مکان کاملا پاک و تمیز است. و دیگر دوستای عزیز، ممنون از همراهی شما. ما و فاطمه جان همیشه شما را دوست داریم.